بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز تلویزیون ترو، علاقمندان برنامه ترتیل، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به امید از که این روزهای پربرکت ماه مبارک رمضان را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و در طاعت و عبادت. رسیدیم به نشر برنامه ترتیل و مرحله ابتدایی هست. از میان 40 قاری در 10 گروه تقسیم شدن. این گروپ ها هر روز میاین تلاوت میکنن و از بین 2 نفرشان در مرحله 20 بهترین راه پیدا میکنن و 2 نفرشان از برنامه حذف میشن. داور صاحب هم آمدن، تشریف آوردن. سلام خدمت داوران برنامه. استاد ضیاءالحق منقاط، سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. سلام خدمت استاد عبید الرحمن قاری زاده. علیکم السلام و رحمت الله، تشکر. سلام خدمت استاد زکی الله نوری. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده های عزیز، با هم یک جواب بسته تصویری را که آماده ساختیم میبینیم و دوباره برمیگردیم. سید یوسف عباسی هستم، از ولایت کابل، حافظ کل قرآن کریم می باشم و همچنان شاگرد مدرسه شاه نقشبند. تا هنوز در همچی برنامه رقابتی اشتراک نکردیم. برای اولین بار است که در برنامه ترتیل طلوع آمدیم. امیدوار هستم یک درجه عالی را کسب کنم. مدت 4 سال است که در مصرف تعلیم قرآن کریم هستم و می خواهیم از این را برای جامعه مزدر خدمت شوم. هدف اشتراکم در این برنامه مادیات نبوده، بلکه معنویات است. اسمم صداقت الله، تخلصم سالی زاده و از مدرسه مفتاح القرآن حافظ مکمل قرآن هستم و امروز آمدیم به برنامه ترتیل که تا به خیر و خوبی دیگه جایگاه اول از آن خود کنیم. بار اول ما در برنامه ترتیل اشتراک کردیم. هدف من در این برنامه این است: اول رضای الله متعال و دوم امیدوار هستم که مقام اول کسب کنیم. بسته تصویری را با هم یک جا دیدیم و شنیدیم. با چهره های قاری صاحبا بیشتر آشنایی پیدا کردیم. 4 نفر از قاری صاحبا تشریف آوردن، تلاوت میکنن، با هم تلاوتشان را میشنویم. نخست قاری صاحب سید یوسف. مهربانی قاری صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة من يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كسوة
كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما صدق الله العظيم. حال وقفه و پس از وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم و تلاوت قرشه بار میشنویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود في سدر مقدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب
أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم وظل ميم يحموم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون صدق الله العظيم تلاوت قرآن صاحب راه شنیدیم در جریان وقفه داور صاحب با هم تصمیم میگیرن که کدام یکی از قرآن صاحب در مرحله 20 بهترین راه پیدا بکنن و کدامشان از برنامه حذف شوند هر وقفه کوتاه شما را دوباره خوش آمدید میگیم به ادامه برنامه ترتیل و نظریات داور صاحب را میشنویم که قاری صاحب قبلا تلاوت کردن ببینیم که چقدر نظریاتی دارن تجویدشان چطور بود از لحاظ صوت و لحن چه قسم خواندن از لحاظ وقف و ابتدا آیا مراعات کردن نکردن بشنویم نظریات داور صاحب را نخست از استاد عبید الرحمن قاری زاده تشکر از شما و تشکر میکنم از قاری صاحب محترم قاری صاحب همه ایشون در مجموع چون در ایام ماه مبارک رمضان است همه ایشان خوب هستند همه ایشان نیک هستند و همه ایشان پاسداران مکتب قرآن هستند ما به همه ایشان احترام و دوست داشتنی هستند یکی روی برنامه اینا تشریف آوردین ما دوباره مجبور هستیم که آن چیزی که ملاحظاتی می باشه مجبور هستیم که اینا را ملاحظاتشان را بگویم نه اینکه به عنوان از اینکه ما اینها را خدا اینا کرده مورد توهین یا تحقیر قرار بدیم صرفا به خاطر یک تنبیه یا مثلا هشدار که در آینده متوجه بعضی ملاحظاتی که می باشن او را باید بگیرن از نظر وقف ابتدا که مسئولیت آن به دوش من هست قاری صاحب سید یوسف الحمدلله مشکلی نداشتن خوب بودن و کوشش بکنن که بیشتر در ارتباط وقف ابتدا سعی و تلاش بیشتر داشته باشند الحمدلله کدام مشکلی نبودند تشکر میکنم ازشان قاری صاحب احمد تمیم ضرورت بیداره که مشکلات داشتن در ارتباط اعاده و جایی که توقف میکنن مشکل خود داشتن کوشش بکنن که امی وقتی که میخوان که آیات را تکمیل بکنن خوب امی که آیات قرآن کریم گذاشته شده و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم تأکیدش بیشتر که امی که شما آیات را باید قرآن را تلاوت بکنین اینها یه وزیزی که همون آیات را تکمیل بکنن اینها عبور میکنن اجا که همون نفسشان رسیدگی کردن میتونه دبا یک گپی که دومی که اعاده به مورد کردن در خواندنشون کوشش بکنن که عادی به مورد پس یک آیت هم میخونه باز دوباره پس هم آیت از در میگیره باز ایره وصل میکنه با آیت دیگر این خودش اشتباه هست ایره کوشش بکنه که در آینده متوجه به این باشن قاری صاحب صداقت الله با وصفیزی که اشتباه لفظی در کل داشتن و در ارتباط انا انشأناهن انشاء
اینجا وقف به مورد کردن، پس دوباره به حساب عادیشان هم به مورد بوده، کوشش بکنند که در ارتباط وقف و اعاده سعی و تلاش بیشتر داشته باشند. قاری صاحب کفایت الله بسیار خوب بودند، ترتیل خواندند، از نگاه تجویدشان ملاحظات نداشتند، مشکلی نداشتند. خداوند دیگه بیشتر توفیق دست بکنه، منتها از نگاهی که تحقیق بخوانند در اینجا یک ذره مشکل خدا داشتن، کوره میشه که داور صاحب لحن و یا بگویم لحجه و صوت مشکلات را خواد گفتن. تشکر از همه ایشان. سپاس از شما. خیلی میشنویم از نوری صاحب در رابطه با لحن و صوت قاری صاحب. تشکر پوپل صاحب عزیز. قاری صاحب محترم بسیار زیبا تلاوت کردن، در شک نیست که این برای ما افتخار است که فات میکنه اینها در برنامه اشتراک میکنن. برنامه قرآنی است، امیر آوردنشان به قرآن برای ما عزت و افتخار است. قاری صاحب سید یوسف بسیار زیبا تلاوت کردن، شروعشان هم بسیار خوب نرم و صحیح بود، فقط در کلمه علیها دیدم یک ذره از کنترل برآمدی، به خاطری که آمادگی نداشتی برش. وقتی شروع میکنی، دیروز ما برای قاری صاحب گفتم که پیش از اینکه شروع بکنین تعیین بکنین که از کجا تا کجا میخوان، یعنی چوت انداز نرین پیش، یعنی تعیین بکنین که تا این جزور من میکشم میرسم. به مناسبت قاری صاحب احمد تمیم شروع بسیار صحیح داشتن، کنترل صداشان هم خوبش بود، کنترل صدا را دست داشتن. این یک نظام است، یک قاعده است در صوت و لحن او در علم نغمات و مقامات، هر چقدر که از پایین شروع شود مقدر کنترل صدا در دست قاری میباشه، هر چقدر که بلند شروع بکنی کنترل از دستت خارج میشه. اما تجویدش بسیار ضعیف بود. ما میگم که 90% یعنی اگر تجوید نباشه نغمات هیچ معنایی نداره. کوشش بکنید چیزهایی از نغمات که مهمتر است که تجوید است و فهم معانی قرآن کریم است که شما وقتی که فهم درک کردین باز میتونین که تعبیر بکنین. به نسبت قاری صاحب صدق الله، صداقت الله، شروع زیبا، کنترل بسیار زیبا، یعنی این قاری صاحب موهوب است. عربا میگه الولد موهوب، یعنی از طرف الله برش بخشیده شده است صوت زیبا. فقط مشکل دارن که باید تمرین بکنن، سر نفسشان تمرین بکنن و پیش قاری صاحب برن تجوید یاد بگیرن. به این صدای زیبایتون انشاءالله یک مستقبل روشن و زیبا دارین انشاءالله اگر کوشش بکنین. قاری صاحب کفایت الله قرائتشان وسط بود، زیبا بود، ترتیل خواندن. در ترتیل قدر معلوم نمیشه قوت قاری که چقدر است، قوت حنجرش، به خاطر که ما در چند آیت ترتیل نمیتونیم حس بکنیم که قوت داره صدایش یا نداره. خو عموما تجویدش بسیار زیبا بود. کوشش بکنن که مست قرآن بخونی، به معنی از اینکه غضن طریه، یعنی خوب تازه و تو سرحال، یعنی طور بسیار بیمزه و طور کمرنگ نباشه. قرآن باید غضن طریه، تازه و خوب به نشاط خوانده شوه. وفقکم الله جمیعا. کلتن زیبا بود، انشاءالله که در آینده ها از اینکه خوبتر خوبتر شوی موفقت مزید براتان از الله متعال خواهم. تشکر. میشنویم از استاد منقات نظریاتشان در رابطه با تلاوت قاری صاحب. تشکر. قاری صاحب بسیار زیبا تلاوت کردن، خداوند خیرتان نصیب بکنه. قاری صاحب سید یوسف مشکلات عمده شما در تلاوت ندارین، قسمی که جناب استاد توصیه کرد برایتان، همی نرسیدن صوت یا نفس در جایگاه درست طبعا تجویدم خراب میکنه. اما ویلت بود شما درستر در کلمه ینزفون زمانی که وقف نفستان کوتاهی کرد، اما مقداری که برای اخفا تعیین شده او هم شما درستر، یعنی در اونجا اخفای درستر نکردین و تکمیل نکردین. اخفا را گرفت، حکم اخفا را گرفت، ولی مقدار یک علیف از او را تکمیل نکرد. تمرینات بیشتری داشته باشین. قاری صاحب احمد تمیم اینا ضرورت دارن، قسمی که جناب قاریزاده صاحب گفتن، به خصوص در وقوف زمانی که شما وقف میکنین توصیه اینا را در نظر بگیرین و قاری خوب هستین. در تجوید هم ضرورت دارین که تمرینات بیشتر داشته باشین، چون اخفا را شما درستر رعایت نمیکنین. جایی که در آخر آیت ها شما وقف میکنین و در اونجا حکم قلقله را صورت میگیره، هیچ قلقله از پیشان صورت نمیگیره. و در کل کوشش بکنین تجوید بیشترتر تمرین بکنین تا یک قاری خوبی باشین. انشاءالله قاری خوب هم هستین. قاری صاحب صدقت الله خوب تلاوت کردن، قسمی که استاد گفتن بسیار زیبا تلاوت میکنین، صدای خوب دارین. در این سن خرد، در این سن بسیار تلاوت خوب است، ولی قسمی که استاد گفتن در انشاء وقف کردین یعنی مربوط از اینا میشه. ولی یک چیز معلومه میکنم که قاری صاحب محترم زمانی که ما به دو فتحه
وقف میکنیم تبدیل بر چی میشه؟ بر الف تبدیل میشه. نه که شما ای را به الف تبدیل نکردین و همزه را ساکن ساختین که خلاف اصول تجوید است. و همچنان زمانی که مو آیت اگر ابکارا عربن میخواندین خوب بود، از اینکه وصل کردین و مو اظهار هم اینجا هم رعایت نکردین، شما ای را مکمل اخفا خواندین. و آخرین قاری صاحب خوب تلاوت کردن، تجویدشان مشکل خاص نداشتن جناب پوپلزای صاحب، ولی تلاوت مرتل میکنن قسمی که نوری صاحب گفتن، اینا برن به طرف تحقیق خانی و تمرینات بیشتری در مراحل تحقیق خانی داشته باشن تا و زیاد کوشش و زیاد تکلیف به صوت خود بکنن تا شنونده ها را از تلاواتتان زیادتر مستفید بسازین و جذب بسازین. دیگر انشاءالله خوب هستین، چون مسابقه ما مرحله تحقیق است نه ترتیل. دیگر بر موافقت مزید برای تمامی شما میخواهیم و انشاءالله قاری صاحب خوب هستین، موفق باشین. خب داور صاحب نظریات خود را و ملاحظات خود را در رابطه با تلاوت قاری صاحب داشتن. ما هم نظریات و ملاحظات را شان را شنیدیم و نتیجه ای شد که از جمله این چهار تن قاری صاحب، سید یوسف و صداقت الله، این دو قاری صاحب راه یافتند به مرحله 20 بهترین، ولیکن قاری صاحب احمد تمیم و قاری صاحب کفایت الله متاسفانه که در مرحله 20 بهترین راه نیافتند. برای شما توفیق میخوایم. ای بود برنامه امروز ترتیل، تا فردا که باز هم با یک گروه دیگری از قاری صاحب در خدمت شما قرار میگیریم. شما را به الله بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدار.